سلام به همه موزیکبازهای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون. آقا من توی استوریای اینستاگرام، اگه اینستاگرام ما رو فالو نداری فالو بکن، مسیجای آندرلاین، توی استوریا من یه بحثی رو انداختم که یه مقایسه‌ای بود بین قیمت بلیت کنسرت زدبازی با بیلی آیلیش و خیلی استقبال شد. تصمیم گرفتم که همین امشب بیام یه ویدیو هم راجبش بسازم، منتهی یکم گسترده تر بکنیم و تعداد خواننده ها رو بیشتر بکنیم و ببینیم چجوری قیمت گذاری میکنن و مخاطبشون کیان. اگر پایه دمت گرم تا آخر ویدیو ببین، این یه ویدیو متفاوت کاملا، میخوایم از اینجور ویدیو هم داشته باشیم، هر از چنگایی دیگه همش ریاکشن نباشه. اگر شما حمایت بکنین که خب مسلما انگیزمون بیشتر میشه که بیشتر از این دست ویدیوها بسازیم. سابسکرایب رو بزن اگه تا حالا نزدی، اگر زنگوله رو فعال نکردی زنگوله رو فعال بکن و لایک کن، کامنت بذار که بذار بعدا بهت میگم که چی کامنت بذاری. بریم سراغ کنسرت هایی که در نظر گرفتیم. خب اول ما گفتیم که کنسرت زدبازی یه سایتی رو معرفی کردن که از اونجا بریم بلیت تهیه بکنیم. ما الان اومدیم توی سایت، این سایتیه که چیه؟ بونگ ایونت اگر اشتباه نکنم، 17 شهریور 8 سپتامبر، یعنی تقریبا میشه 4 روز دیگه فکر میکنم. ببینم اوکی، یه لحظه بایسا. میشه 8 سپتامبر، 17 شهریور، امروز 13 همه، 4 روز دیگه دقیقا میزنیم روش، اتفاق نمیفته. میایم پایین، این سایت یا بهتر بگیم این برنامه گذار هم کنسرت ستین رو داره هم کنسرت زدبازی. اول زدبازی رو میریم بررسی میکنیم، به حق پنجتن باز میشه، رزرو بلیت 3 روز و 21 ساعت و 27 دقیقه و 27 ثانیه مونده، الان شد 25 ثانیه. رزرو بلیت رو میزنیم ببینیم که چه میکنه اینجا، الان چی میاد برامون. یکم سرعت اینترنت پایینه دیگه، ایران این دیگه، چه خبر؟ شما باشین کنسرت کی میرین؟ انصافا اگر پولش رو داشته باشین، اینجا کلا میخوایم به همین بپردازیم. باز میشه یاداش؟ خب الان باز شد. این استیج بچه ها، چون نور صفحه یه جوریه، این استیج، این فکر میکنم اون وی آی پی اصلی است که 1450 دلاره. آره ببینم، نه این فرق میکنه، این استند 3 که ظرفیتش رو ننوشته متاسفانه. حالا خلاصه این جایگاه معمولی نرمالشه، خب که 450 دلار قیمت کفشه. بذار ببینم پایین تر از 450 دلار هم نداریم. 450 دلار قیمت کف این کنسرته. خب اگر بخوایم ماشین حساب بیاریم، 450 دلار 27 تومنه، 12,150,000 تومن واسه جایگاه معمولی. معمولی صبر کن، کار داریم. اصلا نمیخوایم بگیم که کدوم اشتباه کدوم درسته ها، آخر سر یه جنبندی نهایی میکنیم تا آخر همراه باشین. خب این بغلا نکن نوشته که کینگلش 5,500 دلار. ما قیمتی که توی استوری اعلام کردیم 3,000 دلار بود برای مثلا جایگاه وی آی پیش، اما 5,500 دلاری هم داره که 3,800 دلاری هم داره، این هم جالبه. حالا بالاتر 3000 دلاری که ما اعلام کردیم این بغلا بوده، 5500 ببینم، 5500 دیگه بیشتر نداریم، 5500 هم سقفش، 5500 چقدر میشه؟ 450 که شد 12 میلیون، 5500 ضرب در 27 148 میلیون. 148 میلیون کنسرت زدبازی. حالا اون 3000 هم بزنیم چون اونو مطرح کرده بودیم،
81 میلیون کنسرت زد بازی. الان بذار من اینا رو بنویسم اینجا یادم نره. کفش بود 12 میلیون تا 140 چند میلیون بود؟ 23 نمیاد. 148 میلیون. خیلیه رقم، واقعا خیلیه ها. خب برگردیم. برو داداش. این الان کنسرت زد بازی بود. حالا همون سایتی که کنسرت زد بازی رو برگزار میکنه، ما میخوایم ببینیم که کنسرت ساتین رو چند میده. اگر برگرده خیلی خوب میشه. برنمیگردی؟ صفحه قبلی. داداش برگرد دیگه، صفحه قبلی برگرد. برو همون اول. خیلی جالبه. نه واقعا جالبه. فکر کن 12 میلیون جایگاه معمولیشه. 148 میلیون هم این ترکیه است بچه‌ها، لندن نیست. لندن توی دی ماه برگزار میشه اگر اشتباه نکنم. خب بریم ببینیم که ساتین چنده قیمت بلیتاش. میخواد اینم 3 ساعت طول بکشه ببینیم چجوریه. تقریبا تمام کنسرت هایی که توی این بازه زمانی توی شهریور لقایت مهر ماه قرار برگزار بشه رو بخواییم چک بکنیم. ساتین اینم استانبوله. اکثر کنسرت ها استانبول هن دیگه. کنسرت های استانبول رو در اصل میخواییم بررسی بکنیم. اینشالا به یه جنبندی خوبم برسیم که میرسیم. یکم ویدیو طولانی میشه به نسبت ویدیوهای دیگه، اما فکر میکنم موضوع جذابی باشه. برای من خودم خیلی جالب شد چون اونجا فقط یه میانگین کلی دیدم، فقط زدبازی رو دیدم با بیلی آیلیش. اما الان میخوایم یکم ریستر بشیم روی قضیه و ببینیم که دیگه کیا هستن که همچین قیمت های نجومی دارن میذارن برای کنسرت هاشون. خب اگر حساب بکنیم، حالا تا این بالا میاد کنسرت درآمد یه ایرانی، استانبول ایرانی ها میرن دیگه، کسی دیگه که نمیره. لندن که کسی که ساکن لندن میره. ترکیه هم خیلی درصد کمی مثلا ساکنین خود ترکیه میرن که مثلا پایه باشن. بیشتر ایرانی ها میرن چون ترکیه نزدیک پاتوق ایرانی هست. خب سالن ساتین یکم فرق میکنه و آها الان زوم کرد. خوبه. ردیف اول ساتین 70 دلاره. این استیج ردیف اول ساتین 70 دلاره. ردیف دومش بازم 70 دلاره. ردیف سومش هم 70 دلاره. 70 دلار. آها. از ردیف چندم میشه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. از ردیف ششم میشه 50 دلار. این قیمتش انصافاً منصفانه است. اصلا همه رو میگیریم 70 دلار. این تش یه 30 دلاره. 30 دلار دیگه مفته. 1 میلیون کل. 25 دلاری هم داره. ولی همه رو میگیریم 70. 70 ضرب در 27. 1,800,000. این یه قیمت منطقی خدایی. یعنی من زورم نمیاد 2 تومن پول کنسرت بدم. خدایی زورم نمیاد. واسه مثلا کنسرت ساتین، شاد مهری، زد بازی اینا 2 تومن زورم نمیاد. 2 تومن چیزیه که معقوله الان. برای خارج از کشور داشتم این گفتم اکثر کسایی که این کنسرت ها رو قراره برن از ایران میخوان برن و حقوق پایه ایران اصلا ولش کن. حقوق پایه حدود 3,600-700 میشه. خب حالا بگیم یکی کارش خوبه، اوکی، مثلا چند سال هم سابقه کار داره، 5 تومن خیرش رو ببینی. یعنی باید 2 ماه و نصفی کار بکنه که فقط بتونه بلیتو بگیره، بلیت کنسرت رو بگیره. حالا بلیت هواپیما و اقامتش اونجا اونم خودش میشه دیگه حداقل 5-6 تومن میشه. حساب بکن دیگه 20 تومن میفته که بخواد بره یه کنسرت زد بازی. خب الان زد بازی و ساتین رو دیدیم، یه مقایسه. تازه کنسرت ساتین هم خب تعدادش هم فکر میکنم نه زیاد فرق نمی کنن. ببینم و اینا که تعدادشون چیز نیست، یه نفر که نیست اینجا، درسته؟ جایگاه مشخص کرده. نکن 450 دلار جایگاهه یا 1450 دلار جایگاهه. دونه ای نیست. اما مثلا ساتین دونه ای اومده، مثلا مثل انتخاب صندلی سینما که یکی در میون هم هست. این یکی در میونی هم حواسمون هست به خاطر کرونا. یعنی
اگر این الان قیمتش 70 دلاره در اصل هلوش 40 دلاره که اومدن این یکی درمیونی رو هم لحاظ کردن، کردنش 70 دلار. اوکی، تا اینجا زد بازی سرآمد هم است 12 میلیون تا 148 میلیون. ستین هم پس شد 2 تومن. این پایینش هم که 25 دلار هم بذار حساب بکنیم، نگیم که پیچوندیم رفتیم. این هم 600، این که یه مفته، خدایی مفته اصلا، 600 تومن. بریم کنسرت بعدی. کنسرت کیه؟ راگامدیا. راگامدیا کیا رو داره؟ شایر رو داره، وانتونز هم داره. قیمتاشون یکیه حس میکنم. حالا شایر رو میزنیم ببینیم که چجوری میشه، چند میاره. چون از شایه یه تیکت حضوری داره، یه تیکت آنلاین داره، یعنی آنلاینش هم میفروشه. اول یه دونه تیکت حضوری میزنیم، بعدش آنلاینش هم میزنیم. خب بریم حضوری. اینم بگم که سالن شایه تا الان دو سه بار عوض شده، یه بار اومدن تو فضای باز، یه بار دوباره رفتن داخل. حالا این بوده، این استیج بچه ها، این جایگاه ایه، جایگاه ای کود، ای وی آی پی جایگاه ای، 1000 تا 1500 دلار. یعنی قشنگ بتونی شایه رو بغل کنی 1500 دلار. 1500 دلار چند میشه؟ 1500 ضرب در 27، 40 میلیون. 40 میلیون بالاترین قیمت شایه است. اوکی، حالا بریم مثلا جایگاه های دیگر رو ببینیم. این جایگاه سیلوری که اینجا زده معمولی ترین جایگاهیه که کنسرت شایه داره، که اینجا هم زده سیلور تیکت 35 دلار. مثل همون ستین قیمت پایشه، 35 دلار چقدر میشه؟ 27، 900 تومن. این اوکی آقا، 900 تومن. رویای من رپ بود نه پول. 900 تومن اوکی، قیمتش معقوله. حتی این مثلا این جایگاه هم که 100 دلاره باز قیمتش اوکیه، 100 دلار میشه نزدیک مثلا 3 تومن. واقعا خوبه، اگر اجرای زنده بکنن واقعا خوبه. برای آنلاین، یعنی کنسرت آنلاین شایه قیمت نزده. هر چقدر دوست داشته باشی میتونی حمایت بکنی. مثلا یکی 1500 حمایت کرده، یکی هم 200 هزار تومان حمایت کرده. اصلا این دل بخواهیه، چیزی نیست که مثلا بگیم واو. ولی 10 نفر اولو که بیشترین حمایت رو کردن رو زده. حالا این 10 نفر نها کنین 1500، 1250، یعنی بالاترین رقمش 1500ه. تا 200 تومن رقم بالا حساب میشه. ما بقیه مبالغ شاید مثلا در حد 50-100 تومن باشه که یه اونا رو نزده. خب این تا اینجا. این الان تا شایه رو بستیم، زد بازی، ستین، شایه. این تا اینجا. بریم کنسرت بعدی. کی کنسرت داره دیگه توی ترکیه توی این ایام؟ شادمهر عقیلی. اومدیم اینجا شادمهر، میایم پایین. چند تا جایگاه داره، وی آی پی داره، جایگاه معمولی هم داره. داداش کجا رفتی؟ خب تصویر رفتش، الان دوباره برگشت. این کنسرت شادمهر عقیلیه. اینجا استیج بچه ها، 3 تا جایگاه وی آی پی داره خب، و 3 تا جایگاه معمولی هم داره. جایگاه وی آی پیش 250 دلار تهشه، سقفشه، و 175 دلار هم کف جایگاه وی آی پی، یعنی ته جایگاه وی آی پیشه. جایگاه معمولیش از 120 دلار تا 195، یعنی از 100 یعنی از 95 تا 120. بیام یه حساب بکنیم، 95 دلارش چند میشه؟ 2,500,000. شادمهر 2,500. خیرش رو ببینید، شادمهر 2,500 تا چقدر؟ 250 دلارش 250 ضرب داره 6,750,000 تا 6,700 شادمهر. انصافا اینم باز به جایی از آدم فشار نمیاد. معقوله آقا، معقوله. چی میگن؟ وی آی پیش 6,700، جایگاه معمولی میخوای 2,500. 2,500 دیگه همه دارن، میتونن برن. کسی که میخواد بره کنسرت واسه شادمهر میتونه دیگه حداقل 2,500 هزینه بکنه، به جایش فشار نمیاد. بریم سراغ بعدی. کنسرت امیر تتلو که 29 مهر ماه قرار برگزار بشه، که اونم توی استانبوله.
اون چنده، میزنیم بای تیکت. برو تو، برو تو داداش. او ای بی هم داریم، ای بی هم اضافه شد، اینم سیاوش قمیشی هم داریم. پس من فکر میکردم فقط تتلو داره این سایت، بزنیم ببینیم تتلو چنده. خب تتلو چه سالن بزرگی هم هست، روبازه، اگه روباز باشه حالا هرچی باشه دمش گرم، نوش جونش. برای تتلو هم تقریبا مثل شادمهره، جایگاه ها با اینکه مثلا یکم تنوع بیشتری داره، اما قیمت ها همون هلوشه، از 100 دلار شروع میشه تا 250 دلار. 100 دلار دو تا پایین 4 تا بالا میشه 2700، اینطوره 3 تومن اصلا بگیر، شادمهر 2500 بود، اون 95 دلار بود، 5 دلار میشه 500 تومن. نه چجوری حساب کردم نمیدونم، بذار بزنیم که چیز ندیگه، 100 دلار که 27 تومن، 2700، اوکی. 250 دلار هم که شادمهر هم 250 دلار بود میشه 6700. خیلی معقوله، خیلی معقوله، و من مطمئنم که تتلو زودتر از همشون پر میشه با این وضع. 250 100 100 250، اوکی. اینم از تتلو. تتلو هم یعنی مثل شادمهر. اینجا بنویسیم که آخر میخوایم جمع‌بندی بکنیم، گم نکنیم. برمیگردیم عقب. کامران هومن، قمیشی، اونام کنسرت دارن. از 60 دلار شروع میشه کنسرت سه نفر با همن. حالا اگه بگیم مثلا زد بازی هم 4 نفر با همن، اوکی؟ آره. اگر زد بازی هم 4 نفر با همن، اینجا هم 3 نفر با همن، 3 نفر که سابقه زیادی هم دارن نسبتا. جونم براتون بگه که عادیش از 60 دلار شروع میشه تا 200 دلار، یعنی سقف قیمتش هم 300 دلاره که مثلا اون جایگاه های ویژه‌شه، سالانشون یکیه دیگه، یعنی از 60 تا 300. 60 چقدر میشه؟ 60 ضرب در 27 1600. قمیشی 1600، 1600 تا چند؟ 300 دلار هم ضرب در 27 800. انصافا دیدن قمیشی 800 میارزه، کامران هومن هم اشانتیوم روش 800. خدا بده برکت، خدایی قیمتاشون منصفانه است. اینا معلومه که فروشندن. ای بی ببینید چنده، ای بی که روزی 10 بار داره کنسرت خداوزی میذاره. ای بی هم مثل تتلو 100 تا 250. چند بود تتلو؟ 2700 تا 6700. خدایی ای بی رو ببینی، بری ای بی رو ببینی، یعنی کنسرت ای بی رو بری، شادمهر رو بری، تتلو رو بری، دیگه جونم برات بگه. بذار آخر سر حساب میکن. نه بذار همین الان حساب بکن. نه کن. کنسرت تتلو میگیم یه جایگاه معمولی 2700. بگو 2700. شادمهر هم میریم یه جایگاه معمولی 2500، خیرش رو ببینی. قمیشی هم میریم یه جایگاه مثلا در حد 1600 بود، اما ما 2 تومنش رو میریم که یه خیلی هم به کامران هومن برسه. 7200. یه دونه ابیرم میریم 100 دلاریش هم نمیگیریم مثلا، نه همون 100 دلاریشو میگیریم، اونم میگیریم 2700. 9900، یعنی سرجم تتلو، ابی، قمیشی، چی بود اسمش، کامران هومن، 5 نفر تتلو هم روشون بود دیگه، 9900. اون وقت زدوازی 12 تومن، جایگاه معمولی، خیلی معمولی. این تا اینجا. حالا اینو دیدیم، این قیمت خواننده های ایرانی بود که انصافا به جز بازی همشون اوکی بودن، همشون معقول بود، منصفانه بود، مشتری پسند بود. بریم کنسرت بانو بیلی آیلیش. ای جان، تو سایت بیلی آیلیش اومدیم، میریم پایین، تور داره 18 سپتامبر میشه تقریبا 16 روز دیگه، امروز 4 تیکتشو میزنیم. لاس وگاس هم هست، ترکیه نیست، لاس وگاسه. تا سایتش بالا بیاره یکم خون میاره، اما میاره بالا. اومد
17 سپتامبر از این چیزا زده. اوکی همین اولی رو ما میزنیم، همین اولی رو هم زدیم که خیرش رو بدیم، زیاد ما دنبال پیچش نیستیم. داداش بیا بالا دیگه، الان من جهرومی هم رفته نمیدونم کیروسی میتره تشسته. خب تیکتش اومد از 86 دلار تا 855 دلار که میشه وی آی پیش. اوکی این الان بزنیم روش، اگه جایگاه ها رو هم بیاره خیلی خفنه، من نزدم نمیدونم جایگاه میاره یا نه، ولی فکر نمیکنم. الان دیگه حساب پیپل میخواد برای پرداختش. حالا تا اون میاره بالا 86 دلار چقدره؟ 86 ضرب در 27 2300. فکر کن 2300 بدی بری کنسرت بیلی آیلیش. 2300 اینم اینجا نوشتم. مثلا خیلی بخوایم بیلی آیلیش رو از نزدیک بغل بکنیم چقدره؟ 855 ضرب در 27 23 یعنی بیلی آیلیش رو بغل کنی قشنگ به چلونیش از بغل کردن جی جی ارزون تر برای دریاد. یعنی مقایسه بود از فرش تا عرش، خیلی مقایسه بدی بود، تخریب کننده بود. خب اونم نیومد بالا. آقا خلاص این الان این داستانی بود که ما دیدیم، یعنی کنسرت زدبازی از 12 میلیون بود تا 148 میلیون، کنسرت ساتین از 2 تومن از 600 تومن بود تا 2 تومن، و کنسرت شایم از 900 تومن بود تا 40 میلیون باز. خیلی ها. بعد شادمهر و ابی و قمیشی و جونم براتون بگی که کامران هومن و تتلو رو اینا رو با هم جمع کنی، یعنی کنسرت های همه شون بری، باز یه پولی برات میمونه بری دور اروپا رو هم بچرخی، ولی باز به پول کنسرت زدبازی نمیرسی. حالا این مبنای قیمتگذاری رو نمیدونم چجوریه که انتخاب کردن، چون من فکر میکردم این کنسرت زدبازی که قیمتش رو گفتم مثلا از 12 میلیون تا 148 میلیون فقط برای لندنه. خب لندن یه طرف از ایران که پا نمیشه بره لندن، اینقدر دیگه اسکول نداریم. ولی ترکیه که میذارن، خب ترکیه برای مخاطبینیه که توی ایرانن، ترکیه هم دم دست نزدیکه، میان اونجا کنسرت برگزار میکنن، ایرانی ها میان اونجا که ما هم یه دور همی داشته باشیم. سایتش کلا پرید، ولش کن. ما چیزی که میخواستیم فهمیدیم. من میخوام اینو بگم که کسی که حالا دنبال کننده موسیقی رپه، نمیگم همه، اما یه درصد زیادیش قشرین که اصلا درآمدی ندارن، یا دانش آموزن یا دانشجوان، و برای اینکه اون حال و هواشون عوض بشه میان رپ گوش میدن خیلی هاشون. حالا دیگه مخاطبای شایع که بماند، مخاطبای شایع همشون کسایی هن که یه غمی دارن که شایع گوش میدن، میخوان انگیزه بگیرن که یه کاری بکنن. حالا زدبازی میگیم همش پارتی و این داستان هاست، اوکی، ولی بازم قیمت ها یکم غیر منصفانه است. من واقعا تمام این آرتیست ها رو دوست دارم که گفتم و هیچ فرقی برام نداره، اما یکم قیمتشون برا من عجیب بود، مخصوصا وقتی قیمت مثلا بلیت کنسرت بیلی آیلیش رو دیدم. خدایی اصلا قیاس مع الفارقه، اما اتفاق افتاده اینجا. و من یه سرچی هم کردم که میانگین درآمد یه آمریکایی چقدره، کف کفش نشون ساعتی 7.5 دلار. یعنی شما حساب بکن یا رو 8 ساعت میره سر کار، مثل ایران باشه دیگه، 8 ساعت میره سر کار، 8-7 تا پلنگ و 6 تا یه نصفه هم داره، در میاد چقدر؟ مثلا 60 دلار، روزی 60 دلار. خب روزی 60 دلار رو حساب بکن، دو روزش میشه 120 دلار. 120 دلار کنسرت بیلی آیلیش، بلیت کفش مثلا جایگاه معمولیش 86 دلاره. یعنی یه کنسرت بیلی آیلیش میره، یه مکدونالد هم میگیره اونجا، با هم دیگه حال میکنن در حالت عادی. حالا حقوق توی ایران چقدره برای کسایی که میخوان برن ترکیه؟ حالا کسی که کار آزاد داشته باشه رو نمیگم، دارم یه چیز معقول میگم که جلوترم گفتم.
3600 اصلا میگیم 5 تومن، طرف چه میدونم فروشنده است، فروشنده است 5 تومن، اصلا نه 7 تومن 8 تومن 10 تومن. طرف باید پول یه ماه کار کردنشو بده که فقط یه بلیت کنسرت بگیره، دیگه رفت آمد و اقامت و اینا پشم. یکم قیمت ها غیر منصفانه است هر جور که حساب میکنیم، و از یه طرف هم شاید بخوایم بگیم که خب خیلی از آرتیست های مثلا رپ فارسی کم کنسرت میذارن، شاید مثلا 5-6 سالی یه بار کنسرت میذارن و قیمت ها به خاطر این بالاست، که اونم باز توجیه مناسبی نیست. خب میتونن تعداد کنسرت ها رو بیشتر بکنن، حالا بچه ها مثلا 10 سال 20 سال صبر کردن کنسرت نذاشتن، میتونن این کنسرت گذاشتن رو یکم بیشترش بکنن توی یه برنامه ریزی که حالا با منیجرشون میتونن بکنن، که همینو مثلا در سال 5 رو کنسرت بزنن، در سال 2 تا 3 تا کنسرت بذارن که پول این تقسیم بشه روی چیزای دیگه. اونجوری هم به نظر من بلیتشون بیشتر فروش میره، همین که این همه ببخشید دهنم گلوم گرفتی اینقدر حرف زدم، نیم ساعت شد ویدیو، هم بلیت بیشتر فروش میره، هم سطح رضایت بیشتر میره بالا، و همین که مثلا یه سری نمیان، یه حجمه علیه شایع ایجاد شد که همه میگفتن رویای من رپ بود نه پول، بعد قیمت کنسرتاش مثلا فلان قدر. خب این تناقض داره دیگه، کنسرت گذاشتن خوبه، ایشالله اصلا توی ایران بذارن یه روزی، ما هممون آرزومونه که داخل ایران، من خودم کنسرت شایع میرم، کنسرت یاس میرم، کنسرت تتلو میرم به خدا اگر بذارن داخل ایران، و خیلی لذت بخشه، قشنگ حال میکنی، یکی صدای تو رو حرف تو رو داره اونجا بلند میگه و میبینی که چه سختی کشیده این مسیر رو طی کرده تا الان به اینجا رسیده. خدا وکیلی شما کنسرت سورنا نمیری دیگه، ولی یکم باید قیمت ها معقول باشه. حالا بهزاد لیتو کنسرت نداره، اگر داشت اونم خوب بود، چون قبلا قیمت های بلیت کنسرت بزیلی رو دیدم قیمتاش مناسبه، یه چیزی مثلا تو مایه های همین تتلوه یا شادمهره، ولی نمیدونم. شما توی کامنت ها بگین اول اینکه کدوم کنسرت رو دوست داریم بریم، گزینه یک شادمهر، سیاوش قمیشی، کامران هومن، روش اشانتیوم، تتلو، اینا همه پکیجی کنار هم مثلا 9 میلیون ببخشید قاطی کردم انقدر دلار گفتم 9 میلیون، بعد 4 نفر زد بازی، سهراب ام جی، مراد هیدن، علیرضا جی جی خلصه، اینور 12 میلیون جایگاه معمولی، یعنی این 5-6 تا رو با هم بری 9 میلیون، اینور 4 نفر زد بازی بری 12 میلیون، و اصلا این ور رو بگیریم گزینه سوم بیلی آیلیش بری 2 تومن. شما کدوم انتخاب میکنید؟ توی کامنت ها بنویس، جان من بنویس، و این ویدیو رو هم بفرست برای هر کی که دوست داری، حمایت بکن که از این جور ویدیوها بیشتر داشته باشیم. خیلی چاکریم، مرسی که تا آخر نگاه کردین. اگر تا آخر نگاه کردین انصافا پرچمتون بالاست، توی کامنت ها بنویسین که ما تا آخر نگاه کردیم، من بیام قشنگ تشکر حضوری بکنم. نیم ساعت ویدیو شد اما پربار بود به نظرم، و موضوع جذابی بود برای خود من، جذاب بود، امیدوارم برای شما هم جذاب بوده باشه. خیلی چاکریم، دمتون گرم که هستین دیگه. سابسکرایب کردین راستی؟ زنگوله کنارش هم زدین؟ دمتون گرم. لایک هم که کردین، کامنت هم که الان میذارین، و به نظرتون اینم بنویسین توی کامنت ها دلیلش چیه این قیمت های بالا به نظرتون، هم شاد، هم زدبازی، هم شایه، قیمتاش نسبتاً بالاست، خدا وکیلی بالاست. بنویسین اگر دلیلی دارین، خوشحال میشم. اگر انتقادی هم دارین باز بنویسین، اما منطقی باشه. خیلی چاکرین، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. امیدوارم که یه روزی برسه تمام این خواننده هایی که اسم بردین توی ایران کنسرت بذارن. ببین توی ایران، فکر کن
کنسرت زدبازی توی استادیوم آزادی باشه، کنسرت تتلو توی استادیوم آزادی باشه، کنسرت یاس توی استادیوم آزادی باشه، خدا وکیلی پر نمیکنه، من میگم پر میکنه. دیگه حرفی نمونه. نیم ساعت شد پشمام. دمتون گرم. قربان شما. تا یه ویدیو دیگه از این رو ویدیوها بسازیم یا نه، این هم بنویس تو کامنت. تا قربان، تا یه ویدیو دیگه. فعلا مستر چک. به مرتضی تو بگو بعد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم تو داشی نهی تایتون گم آی انار انار بیا به بالینم شبنم گم